سلام، های، چطورین؟ توی این ویدیو میخوام یه اپ خیلی خفن رو بررسی کنیم که باهاش میتونین استیکرهای شبیه خودتون یا شبیه کسی که دوستش دارین یا استیکرهای سفارشی ایجاد کنین و از این استیکرها توی چتهای تلگرامیتون، توی چتهای واتساپیتون استفاده کنین. پس اگه میخواین یه استیکر خیلی خفن درست کنین و توی چتهاتون استفاده کنین، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. من احسان هستم، اینجا میجارده و خیلی کمک بزرگی به هم میکنید اگر قبل از مشاهده ادامه ویدیو اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، در حالت اول قرار دارید. خب، بریم سراغ این آموزش. برای این کار به برنامه نیاز داریم به اسم بیتموجی که این برنامه هستش. من لینک این برنامه رو توی دیسکریپشن همین ویدیو هم میذارم، از اون لینک میتونید استفاده کنید، این برنامه رو دانلود کنین و اینستال رو میذارن که برامون نصب بشه. حجم خیلی زیادی هم نداره، حجم کمی داره، 35 مگابایت حجمش و به راحتی میتونین این رو دانلود کنین. منتظر میشیم که دانلود بشه و برامون نصب بشه این اپلیکیشن. بعد از اینکه این اپلیکیشن نصب شد بازش میکنیم، ولی خب سعی کنین که فیلتر شکنتون در حالت باز باشه، یعنی فیلتر شکنتون باز باشه. من فیلتر شکنم رو روشن میکنم، دوباره برمیگردم به این اپلیکیشنه. یه لحظه فیلتر شکنم باز بشه، دوباره برگردیم. خب فیلتر شکنم باز شد و میگردم این اپلیکیشن. دو تا روش ثبت نام داره که باید ثبت نام کنین تو اپلیکیشن، یا اسنپ چت نصب کردین قبلا توی گوشیتون، اسنپ چت دارین، با استفاده از اون اسنپ چت ثبت نام کنین، اصلا نیاز به کار خاصی نیست، یا اینکه با استفاده از ایمیلتون. اگه اسنپ چت این دکمه زرد رو میزنین توی گوشتون، اگر نه این کرییت آوارتار دکمه آبی رنگ رو میزنین، بعد اینجا یوز ایمیل رو میزنین، تاریخ تولدتون رو وارد میکنین، یه تاریخ تولدی بهش میدین، حالا خیلی مهم نیستش، کنتینیو رو میزنین، یه آدرس ایمیل ازتون میخواد، یه آدرس ایمیل من بهش میدم خیلی سریع. بعد از اینکه آدرس ایمیل، یه رمزم بهش میدین، من یه رمزم براش تایپ میکنم، یه رمز دلخواهم وارد میکنیم و ساین اپ رو میزنیم و منتظر میشیم که این ثبت نامه کامل بشه فرآیندش برای ما. ساین اپ الان اتفاق افتاد، ثبت نام اتفاق افتاد، که همچین صفحه رو میاره. دیگه استیکرهای دخترونه میخوای یا پسرونه، میگم استیکرهای پسرونه، کنتینیو رو میزنم. یه دونه سلفی ازمون میخواد بگیره، بهش اجازه دسترسی به دوربین رو میدیم و آها خب یه دونه سلفی، من عینکم بردارم بچه‌ها. خب سلفی میگیریم و منتظر میشیم با استفاده از این عکسی که ازمون گرفت یه استیکر شبیه ما بسازه. خب یه استیکر ساخت شبیه تقریبا خودمونه. الان میتونیم سفارش سازی کنیم، رنگ پوستش رو تعیین کنیم، مثلا یه همچین رنگ پوستی بهش بدیم، یا مدل موش رو تغییر بدیم. البته این رنگ موشه فکر کنم، آره رنگ موشه. چقدر رنگ کله زرد چه بده، آبی، نه من خرمایی، واقعا رنگ خرمایی به نظرم خوشگل تر. خب مدل موش رو تغییر بدیم، موهای مثلا اینجوری من خیلی دوست دارم، یا این کچلتور که من 5 سال بعد فکر کنم یه همچین چیزی بشم موهای من، یا یه همچین مدل موهایی. مدل موش رو انتخاب میکنیم، بعد مثلا من این مدل رو انتخاب میکنم. یه سری مثلا ریشش رو میتونیم انتخاب کنیم، مثلا ریش داشته باشه، ریش نداشته باشه. انواع مدل ها هستش، مدل چشش رو میتونیم انتخاب کنیم، یا مدل ابروهاش رو انتخاب کنیم، مدل ابرو خاصی بهش بدیم، یا مثلا گوشش رو، چه میدونم استایلش رو، لباسش رو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم یه لباس برش انتخاب کنیم، مثلا این لباس رو انتخاب کنیم، یا یه استایل بهش بدیم، بگیم مثلا کلا استایلش اینطوری باشه و یه همچین استایل بهش میدیم و تمام. یه سری سفارش سازی اینجوری میکنیم و وقتی تموم شد کارمون این دکمه سیو رو میزنیم تا ذخیره بشه. این استیکر الان برای ما ذخیره شد. میتونیم با استفاده از کیبورد این رو فعال سازی کنیم، کیبورد مخصوص این استیکرها رو فعال سازی کنیم. برای این کار این دکمه ترن آن کیبورد رو میزنم، بعد میگه که enable کنی توی setting، این دکمه آبی رو میزنم، توی تنظیماتم این کیبورد رو فعال میکنم. الان من 3 تا کیبورد روی گوشیم نصب دارم، یکیش مایکروسافت سویفت کی کیبورده که دارم از این کیبورد استفاده میکنم، این بیت موجی کیبورده که الان نصبش کردیم، یه دونم گوگل وایس تایپینگ، این اوکی میکنم، دوباره اوکی.
برمیگردم عقب، سویچ کیبورد رو میزنم. همونطور که دو تا کیبورد فعال دارم، یکی مایکروسافت سویفت کیبورد، یکم بیت ماجیک انگلیش یو اس ای بیت ماجیک کیبورد. اینا رو فعال میکنم، تغییر میدم به این، فینیش رو میزنم. الان میخوام مثلا برای یکی از دوستانم پایین استیکر یه چیزی بفرستم، مثلا برای شاهو میخوام یه همچین استیکری بفرستم. قبلا یه دونه ساختم فرستادم، دوباره میخوام برش بفرستیم. برای این کار این قسمت تایپ رو باز میکنم. ببین کیبوردم الان تغییر کرد، کیبورد خود بیت ماجه. مثلا این آدمکی که چشاش قلب شده اینو میزنم که استیکرهای اون برام لود بشه. اگه لود نشد یکم طول کشید صبر کنیم. باز اگه لود نشد من نمیدونم چرا تو این قسمت سفید اگر خالی بود دوبار تپ کنیم براتون میاد، نمیدونم چرا ولی توی گوشه من اینجوری این حل شد. الان از اینا اون آدمکی که ساختیم میبینی حالت های مختلف گیفش رو درست کرده، میتونیم مثلا یکیش رو انتخاب کنیم. از این حالت ها حالت های مختلف داره، میتونیم یکیش رو انتخاب کنیم. از این خوبه، این من این رو دوست دارم. اون آدمی که خودمون ساختیم با استفاده از اون آدمه استیکر مختلف شو میذارم. من روش کلیک کردم، الان به صورت گیف داره ارسال میکنه این گیف رو برای شاهو. خب شاید سوال پیش بیاد براتون که دو سه بار زدم روش، دو سه تاش فرستاد. خب الان شاید یه سوال پیش بیاد براتون که خب الان ما کیبوردمون تغییر کرد به کیبورد بیت موجی، ما کیبورد قبلی رو می‌خوایم برگردیم اون کیبورد قبلی، با این حال نمی‌کنیم. برای اینکه برگردیم به اون کیبورد قبلی، ببین بیت موجی پایینی که نوشته دکمه اسپیس هم هستش، فاصله هم هستش، نگه میدارم انگشتم رو، یه همچین دیالوگ باکسی برام باز میشه. اینجا اون کیبورد قبلیم رو انتخاب میکنم. الان برگشتیم به این کیبورد قبلیه و میتونیم با این کیبورد کار کنیم. همین. خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. اگر از این سقف ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، ممنونم کامنت بنذارید. بزنین کامنت. بعدش هم یه دونه ویدیو ما قبلا ضبط کردیم در مورد اینکه چجوری خودمون رو تبدیل به انیمیشن کنیم با استفاده از گوشی، که لینکش رو این بالا میذارم. آخر ویدیو هم براتون از ویدیوهای پیشنهادی اون رو میذارم که اگر خواستین اون ویدیو رو هم ببینیم. مرسی که تا اینجا این ویدیو هم همراه من بودین. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.